اگر من خواستم یه نوشته روی این تصویرم بیاد و یه تایتل به این تصویر اضافه بکنم، میتونم بیام اینجا توی قسمت تی تایتل و حالا تصاویری هم که اینجا هست، البته تایتل هایی که اینجا هست اگر موسم روشون نگه دارم نشون میده که چه شکلی هستش این تایتل و چه اتفاق خواهد افتاد. به طور مثال برای این کلیپ شاید یه چیزی که یه خورده رسمی تر باشه بد نباشه. این چجوریه؟ یکم زوم میشه روش. upper, lower, lower third، فکر کنم یه چیزی شاید شبیه، شاید مثلا این عنوان بد نباشه. اینو من میندازم روی کلیپم و دقیقا به اندازه طول کلیپم میشه و میچسبه به کلیپم، عین همون صداهایی که ما داشتیم و میچسبید به کلیپ. هرچند که شما اگه خواستید میتونید این رو درگ بکنید بیارینش مثلا روی این یکی کلیپ که من دوباره همون برش میگردم سر جایی که بود. حالا اینجا من میتونم روش دابل کلیک بکنم. اینجا شما زمانش رو میتونید تعیین بکنید و اینی که فید این فید اوت داشته باشه، اگر داره میتونید بیشترش بکنید. اگه کم بود به نظر شما که اینجا نیم ثانیه است، من میتونم بکنمش مثلا یه خورده بیشتر، 8 دهم ثانیه یا 7 دهم ثانیه. دان رو من میزنم اینجا، الان میتونم کلیک بکنم آرک تو ترای و پریس دان و حالا اینجا میتونم ببینم. خب اولین چیزی که ممکنه به نظرم بیاد این که اصلا زمانش خیلی کمه، من میتونم زمانش کم بیشتر بکنم. حالا اگر دوست داشتم میتونم حتی بیام اینجا توی این تایتل این عنوان رو بزنم و اون سرعتی که در مورد فیلترها شما دیدید دقیقا در مورد این تایتل ها هم صدق میکنه. و اینجا میتونید ببینید شما که مثلا به شکل های دیگه چه حالتی خواهد داشت. شاید بد نباشه. نه من فکر کنم یه چیزی به سادگی همین تصویری که اینجا داریم، یا نه اینم زیاد جالب نیست، شاید این بهترین عنوانی باشه که اینجا هستش. حالا باز شما با سلیقه خودتون برای کار خودتون میتونید انتخاب بکنید، مثلا یه همچین چیزی ممکن خیلی جینگول باشه برای این تصویر. البته اگه بیاد خیلی، من فکر کنم یه همچین چیزی که یه خورده سنگینه با این موسیقی و حالا همه حال هوا این تصویر بیشتر تطابق داره. یه بار دیگه با هم ببینیم. خب دیگه فکر کنم مورد دیگه در مورد این مسئله تایتل نباشه. احیانا اگر شما خواستید هر زمانی که خودتون احساس کردید میتونید این عناوین رو عوض بکنید، چون هر وقت دوست داشتید میتونید تغییرشون بدین. یا شو فونت هم اگر بزنید این فونت ها رو شما میتونید بلافاصله ببینید که چه تأثیری خواهند گذاشت روی تصویر شما اگر تغییرشون بدین. به طور مثال ممکنه شما بگید خب این نوع فونت رو من دوست ندارم، ممکن از این فونت بیشتر خوشم بیاد، یه کمی شاید کلاسیک تر باشه، یا مثلا از این فونت ممکنه شما بخواید استفاده بکنید، یا از این رنگ بخواید استفاده بکنید، که خیلی سریع و راحت میشه از اینجا دید و پریویوشون رو میشه خیلی راحت اینجا عوض کرد. اگر دوست داشتید هم اصلا سیستم فونت رو میتونید بزنید که از اینجا دیگه دقیق میتونید تعیین بکنید که به طور مثال این آرک دو تریامف هم من میخوام مثلا جنیبا باشه و فونتش هم میتونید شما مثلا الان سیه میتونید بکنیدش 26. باز تمام امکانات تکست رو شما اینجا دارید. اگر خواستید دوباره میتونید برگردید به همین حالت خود آیتیونز. من از همین فونت استفاده میکنم. بولدش هم نه، همون عادیش فکرم خوبه و دان رو میزنم. یک بار دیگه میتونیم با هم ببینیم. خب شاید بد نشده باشه. اگرم خواستید این فونت هایی که شما دیدید به صورت دیفالت دیده میشد رو عوض بکنید، میاد توی آی مووی پرفرنسز توی این قسمت آخر فونت
اگر لود بشه الان که بله لود شد. الان شما اگر خواستید میتونید اینها رو از اینجا عوض بکنید، بگید مثلا فونت اول من هلوتیکا نباشه، یه فونت دیگه ای باشه. به طور مثال اگر نوارسار اکس مری رو نصب کرده باشید، میتونید مثلا فونت های مریم رو اینجا براش انتخاب بکنید، یا حالا هر فونت دیگه که خودتون دوست داشتید با سایزی که خودتون دوست داشتید میتونید براش اینجا انتخاب بکنید. رنگ ها رو هم باز همینطور میتونید تغییر بدین که دیگه حالا از اینجا به بعد زمانی که شما این تایتل رو در واقع انتخاب بکنید و این شو فونت رو بزنید، دیگه اون چیزهایی اینجا دیده میشه که خودتون توی پرفرنسز براش تعیین کردید.